اول سلام عرض میکنم خدمت شما برادرای عزیز که اینجا آمدین و تشکر میکنم از شما که در جشن تعمید ما شرکت کردین. اسم من مارتین است، در افغانستان تولد شدم، 17 سال سن دارم و این یک خوشبختی برام است که من در فامیل مسیحی هم تولد شدم، یعنی که پدر و مادر من حدوداً 25 تا 26 سال پیش ایمان به عیسی مسیح و خدای خودشان آورده بودند، یعنی که منم الان مسیح زاده هستم و من 15 ساله بودم تقریبا 2 سال رو یا 2 سال 4 ماه پیش و ما روز تولد من بود، یعنی 5 می بالمونی میشه با افغانی هم میشه 14 سال دیگه 5 14 سال بود روز تولد من بود که با من جشن گرفته بودن، همه با من کادو و تحفه و هر چیزا، فقط یکی دایی من که بسیار دوستش دارم و امراض مست و مشکلاتی که داشتم با او میگفتم او با من تحفه نورده بود. وقتی که تمام شد دوستای من هم سنفه مدرسی من کامل دادم اون رفتم خانه و دایی گفت خب حالا میریم منزل بالا در اتاق میشنیم توفی سپیشل که هست او همون تو یکان وقت لغات انگلیسی با میگفت میگفت توفی مخصوصی که هست او را میخواییم برای تو بیم، اما این یک راز است که بین ما و همین فامیل بانه، یعنی که در همسایه و مدرسه و هم سنفه تو از این نباید با خبر شوند. خب اول تعجب کردم گفتم یک توفه مخصوص است، بعدش نباید کسی بفهمه. خب رفتیم بالا و خب خلاصه یک بهتری که به من فهمان که یعنی پدر مادر تو مسیحی هستن و به خودم هم گفت که تو در فامیل مسیحی تولد شدی، که گفت که به من این چی نیست، یعنی پدر مادر من بالا نبود فقط من بودم و داییم، به من گفت که تو مسیحی هستی و اگر میخوایی که مسیحی بمانی تو باید تحقیق کنی بیاموزی، چون من در جامعه اسلام بزرگ شده بودم، مدرسه ما بود، خب اونجا تفسیر قرآن بود و دیگر و دیگر بیاتر در برای مسیح چیز نمیفهمی بود. خب جایی شد و بسیار از زندگی خسته شده بود، همیشه با مادرم دعوا، از خود همیشه یک سوال داشتم میدونم خب خدا مرا بچی هست کرد، من چی به درد خدا میخورم، من چی معنی میدونم، من نیم مسلمان هستم و در فامیل مسیحی تولد شدم، 15 ساله یا 15 و نیم هستم که میفهمم من یک مسیحی هستم، یعنی چی معنی میده زندگی من بخی خسته کن بود. همینجوری چون در افغانستان مسیحی هستن که پنهان هستن آشکار نیست و نمیدونستم دیوتر برام در باره مسیحیت از کسی بپرسم، وقتی که از شما میپرسم میگفتن خب عیسی مسیح یک پیغمبر است و فامیل من عیسی مسیح را خدا رو شکر من حیث خدای خودم قبول دارم و خب در این مرور زمان بود واقعا چیزایی بود که نمیتونستم قبول کنم، 15 سال در اجتماع اسلام و یک روز تولد باشه به تو بگه تو مسیحیستی غیر ممکن بود که آدم بودن ایره قبول کنم و دلت شده بودم که خسته شدم از زندگی و میخواستم یک جایی باشم که هیچ کس نباشه که من پرسان نکنن که تو مسلمان هستی، مسیحیستی، یهود هستی یا هر چیزی که هستی، کسی نباشد من پرسان کنن و در فامیل ما بود، پدر بزرگ و مادر بزرگ من رای ما بود و یک روز بود نمیدونم چه سر داشتم، همون داروهای پدر بزرگ من روی میز بود، بودن 30 تا دوای عصبی و دوای فشاری را من خوردم با یک گلاس آب و وقتی که بلند شدم دیدم در بیمارستان هستم و پدرم بالای سر من بود، نرس های دکترهایی بود گفتن که تو ما تو شستشو دادیم، تمام بدن تو شستشو کردیم، تو نیاز نیست که بزنی، فقط آرام باش و تکان رو نباید بخوری، چون دوای عصبی و دوای فشار بود میشه فشار من از بین ببرم. خب دکترها و نرس و اینا که رفتن پدرم بالای سر اومد گفت ببین نیاز به خودکشی و به آرامش بودن نیست، فقط نیاز به ایست که تو فرق بدون کرد بفهمی که اون توشید بین اسلام و مسیحیت چی است، برو جستجو کن، نیاز نیست خودت بکشی، اگر تو میخوای مسیحی باشی پسر مسیحی، میخوای مسلمان باشی باز هم پسر مسیحی، در این نیست که تو اگر مسلمان باشی من از خانه بکشم بگم تو دیگه پسر من نیستی، تو باز هم پسر مسیحی. و قسمت دیگه که به ایسا آمدم و دیگه خدا را شکر در این کلیسا آمدم و تحصیلات دو دوات تعمیدم در بدن من بود و اینجا هم در میالمان هم در الگمز کرمین هاوس در آلتونا تحت نظر یک دکتر بودم به نام دکتر گاوا و واقعا به دکتر گفتم که این مشکلات هم هست، او با من گفت فقط به کسی که ایمان داری باید تو نجات بدن، من نمیتونم که تو نجات بدن، من فقط تو کمک میکنم و واقعا در این کلیسا آمدم و تشکر میکنم از عیسی مسیح از خدای خودم که ایجا آمدم بعد از اینکه در
جلسه اقویان شرکت کردم فهمیدم که ما به چی توجه شدیم. سوالایی که در ذهن ما بود همیشه تمام شد. یک با یک استور از این کسایی که به ما تعلیم میدن و خواندیم و در جلسه شد اشتراک کردم فهمیدم همیشه. و شکر میگم عیسی مسیح. وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم تحولات بود که اولش که از خود خسته بودم و در این راهی که آمده بودم نمیخواستم زندگی کنم واقعا. و وقتی که دیدم تو فکر میکردم خیلی مغز من شستشو شده، یعنی کسی بوده که با مغز با قلب مثلا میخواه یک چیز دیگه داخل قلب من ورداره بکشه بیرون بگه، یعنی کسی باشه بگه تو قلب از تو نیست، توی باید در قلب نو نیاز داری، تو باید دیر داشته باشی. به این شکل همین چیزا را عیسی مسیح این چیزای زیادی دیدم که اینجا وقت کم است نمیتونم به دوستا بگم. آمین. الان برای من عیسی مسیح خدای است. من عیسی مسیح من حیث خدای خود قبول دارم و بهش از جان و دل ایمان دارم. و تعمید برای من همیست که میخوایم. من میخوام که من گناهکار هستم. یعنی اونقدر ما وقت میخوام اینم که من در خانواده مسیح دارو چیم. یعنی پدر مادر من عیسی مسیح من حیث خدا قبول شدن. و من خب چون نمیخوام اینم نادان دون بکتی افغانو ببخشید دوستا، من خودم فوش میدادم، خدای مسلمانان هم فوش میدادم و من از عیسی مسیح هم مذرخواهی میکنم و حتی هر کی که در از من میشناختم در مغز من کار معمل فوش میدادم چون خسته شدم و تمید به این خاطر میگیرم که من گناهکار هستم و میخوام در آب با عیسی مسیح بمرم و با عیسی مسیح زنده شوم و همیشه با عیسی مسیح باشم. بعد از این سفر روحانی چه هدفی دارید؟ یکانه هدفی که دارم از وقتی که در کلیسا آمدیم و در کلاس اقویان شرکت کردیم و فهمیدیم که هر چیز باطل چیز میخواید آنقدر با عیسی مسیح بخوانم در بارش معلومات پیدا کنم که بدارم کسان دوستان و برادران خواهران و در افغانستان هست با اونا بفهمانم که عیسی مسیح کی است من حقی چی باید قبول است.